آقای احمدی، پیشترم داشتیم با مهمانان دیگر برنامه صحبت میکردیم، اهمیت این اتحادی که شکل گرفته با توجه به اتفاقاتی که در داخل ایران هست. 27 بهمن رو داشتیم، دیدیم که با تمام سختی هایی که بود، تا تمام سرکوب ها و تمام اعدام ها، باز هم مردم به خیابان اومدن و نشون دادن که هنوز اون جنبش زنده است، هنوز اون جنبش انقلابی زنده است. این تجمعاتی که هفته گذشته صورت گرفت چقدر میتونه کمک بکنه به این که این جنبش رو زنده نگه داره و ادامه بده؟ بله، درود به شما بینندگانتون. اول باید تشکر کنیم از این تیم نمایندگان ایرانی اروپایی که واقعا در این رالی که از استراسبورگ و قبلش با هم دیگه برنامه‌ریزی کردن و امروز بروکسل، این نظم رو ایجاد کردن که ایرانی‌ها بتونن خواستشون رو که به نظرم منطبق بر خیابون ایران دنبال کنن و مطرح کنن. اما همونجوری که شما گفتید، توی این 4-5 ماه لااقل، مخصوصا همین روزهای اخیر از 27م، از 22 بهمن و در واقع اتفاقی که تو مونیخ افتاد و امروز اینجا، نشون میده ما یه سازماندهی حساب شده، هدفمند و جهتگرا که به نظرم جهتش ایرانه و خاصش همون چیزیست که همه داریم در این 5 ماه تکرار میکنیم: آزادی برای ایران، سقوط جمهوری اسلامی و دموکراسی برای ایران. این شکل گرفته و سازمان پیدا کرده و این برای ما در واقع نوید بخش اینه که میتوانیم امیدوار باشیم به اینکه در روزهای آینده با اتفاقاتی که توی کنفرانس به نظرم مونیخ افتاد، اون سخنرانی های بسیار خوب و اون به رسمیت شناخته شدن جریان سیاسی که منطبق بر خیابون ایرانه، میتوانیم امیدوار باشیم که در روزهای آینده خواسته هامون در پارلمان های اروپا، در واقع دولت های اروپایی مطرح بشه و یک فرمی پیدا کنه که یک فرم رسمی است و بعد از اون اقدام بعدی میتواند در واقع دیالوگ رسمی بین اپوزیسیون ایران و نیروهای در واقع اروپایی و امریکایی باشه که ماحصل اینا با همکاری که ما به عنوان مردم چه در ایران چه در خیابونه اینجا با هم داریم، میتونه در نهایت به سرانجام برسه که همه منتظرشیم. خب آقای عبدی، اتفاق نکته خوبی رو اشاره کردید. ما میگم پیشترم به این موضوع اشاره کرده بودم که اگر یک سال پیش با هم اینجا وایساده بودیم، حتما در مورد برجام حرف میزدیم. اون لابی که سالها اجازه نداد اون صدای خاص مخالفت با جمهوری اسلامی به گوش مقامات اروپایی برسه، یا حتی حداقل نذاش اون به رسمیت شناخته بشه، داره کمرنگ میشه. اما میدونیم که همچنان هست در همین ساختمان پشت سر ما. میدونیم که حدوداً 2-3 ماه پیش چگونه لابی جمهوری اسلامی به واسطه پولهایی که خرج شده بود لو رفت، دستگیری هایی که صورت گرفت و چیزهایی از این دست. چه کار باید کرد؟ این سیلی که امروز اینجا در بروکسل از مردم با پرچم‌های ایران با خواسته مشخص داره شکل میگیره، چقدر فکر میکنید که به گوش اونها خواهد رسید و چقدر باید بیشتر کار کرد که تا این صدا بیشتر از این که الان هست به رسمیت شناخته بشه؟ بله. ببینید، همونجوری که من عرض کردم، قطعا صدا به گوش اونها میرسه. ما برای اینکه این صدا در یک حالت ماراتون بمونه و وارد یک دیالوگ و یک دیپلماسی سیاسی بشه، نیاز به سازماندهی داریم. این سازماندهی خوشبختانه من میبینم که شکل گرفته، یعنی اون دانشگاه و نشستی که در دانشگاه جورج تاون شکل گرفت میتونه در واقع تلیعه ای باشد که امیدوارم چهره های ملی به اون نشست اضافه بشن، یک همبستگی بینه در نهایت شکل بگیره که یک سازمان براندازی، چون اگر این سازمان وجود نداشته باشه که من خیلی خوشبینم و اون چیزی که داریم در مونیخ هم میبینیم، در سخنرانی که مسیح داشت، شاهزاده رضا پهلوی داشت و نازنین انجام داد، همه اینا در واقع نوید بخشی که ما به اون نقطه، یعنی به اون سازمان سیاسی که در واقع یک دیالوگ سیاسی نه فقط خیابانی رو برقرار کنه، به اون خیلی خیلی نزدیکیم و امیدوارم که در هفته های آینده در واقع شکل بیرونی پیدا کنه، شکل رسمی پیدا کنه و بعد دیگه اون وقت مطمئن باید باشیم، همونجور که مسیح هم گفت در سالهای اخیر به طور مثال این گروه مجاهدان خیلی تلاش کردن که خودشونو جا بزنن، ولی همه اینا عقب زده میشه برای اینکه ما مردم رو داریم و خواستی رو داریم میگیم که در واقع مطابق است بر خیابان‌های ایران، مطابق است بر خیابان‌های اروپا و همه ایرانیایی که در 44 سال زحمت کشیدن تا اون گفتمان 57 برای همیشه از اون سرزمین رخت بربنده و از بین بره. ممنونم. امروز عبدالهادی اینجا همراه ما بودید.